سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم. در ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود و همراه میهمانان برنامه، چون همیشه بررسی میکنیم مهمترین خبرها و مسائل ایران را در ارتباط با سفره مردم و آنچرا که در عرصه منطقه‌ای و بین المللی در ارتباط با ایران می‌گذرد. نزاع و مخالفت‌ها علیه یکدیگر در عرصه سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ادامه دارد. مسئولان سپاه پاسداران اخیراً اظهارات تازه‌ای علیه آنچه که محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت روحانی حجت الاسلام روحانی درباره جزیره ابو موسی گفته است اظهار نظرات تازه‌ای کردند. مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در عرصه دیگر وضعیت اقتصادی همچنان بحرانی است در ایران. در این میان امام جمعه نماز دولتی جمعه آقای موحدی کرمانی امروز در نماز دولتی جمعه گفت گروه مذاکره کننده با نمایندگان 5 به اضافه 1 گروه مذاکره کننده در مذاکرات اتمی باید از این فرصت استفاده کند و زیبایی های انقلاب را به جهان معرفی کند. محمد جواد لاریجانی، یکی از لاریجانی های گرداننده ایران، گفته است که اگر توافقنامه ژنو نادیده گرفته شود یا اصول آن نادیده گرفته شود، زیر پا گذاشته شود، مشکلاتی پیش خواهد آمد که عواقب آن معلوم نیست. وی تاکید کرده است که توافق ژنو مخالف در موارد مخالف قانون اساسی جمهوری اسلامی است. با من و شما هستند در لندن آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده و در واشنگتن آقای دکتر محسن سازگاران. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. سلام به شما آقای نوری‌زاده در لندن. درود به شما جناب چالنگی عزیز، درود به دکتر سازگارای نازنین و همه بینندگان برنامه تفسیر خبر در ایران فردا، به ویژه در خانه پدری. آقای نوری‌زاده، به نظر میرسه که اختلافات در عرصه سیاسی نظامی جمهوری اسلامی رو به گسترش است. آقای محمد علی جعفری و برخی دیگه از مسئولان سپاه پاسداران عملاً توصیه آیت الله خمینی رو که در سیاست دخالت نکنن، آیت الله خامنه ای رو نادیده گرفتن و صراحتن سیاست خارجی رو وزارت آقای ظریف رو مورد حملات انتقادی خودشون قرار دادن. حتی آقای نقدی حملات تندتری داشته، بسیج، فرمانده بسیج، و گفته نشونی داده، آدرس داده به آمریکایی‌ها که چرا میخواین اطلاعات نظامی رو از ظریف یا بقیه بگیرید، بیاید از خود ما بگیریم. و خب حرفای دیگه هم زده که به هر حال حرف قابل توجه چندانی از نظر محافل نظامی و سیاسی نیست. این برخورد رو شما چطور تو تفسیر میکنید؟ برخورد بین سپاه پاسداران و سیاسی. جناب چالنگی، از فردای جنگ ایران عراق به صورت عام و از چهارمین پنجمین سال زمامداری آقای خامنه‌ای به شکل خاص، سپاه پاسداران اعتبار و ارزش ویژه‌ای پیدا کرد. حالا در این دو سال بسیج هم آقای خامنه‌ای داره در کنار سپاه رشد میده که روزی وسیله دستش برای زدن سپاه بشه. ولی سپاه از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در اختیارش بود. میلیاردها دلار بهش دادن که این فشفشه ها رو درست کنه، هر دو سه هفته یه بار بیاد قدر یک رو درست کردیم، کوثر سه رو کاوشگران رو فرستادیم فضا، موشک تایرن ابابیل درست کردیم و سجیل، و بعد شهاب ثاقبمون رفت سه تا کره رو طی کرد. این قصه ها رو میگفتن و با فتوشاپ گاهی 8 موشک رو با هم به آسمون میفرستادن، برای اینکه به مردم ما بگن ما انقدر قدرتمندیم که پشه نمیتونه از آسمان ما بگذره. آقای ظریف یه دفعه اومد سوزن و ورداش فرو کرد تو این بادکنک، برای اینکه ظریف آدمی است که تعامل با واقعیت ها میکنه.
یه آدم پرگماتیکه، آدمی است که نشریه جین دیفنس رو میخونه، آدمی است که دنبال میکنه تحولات، درسته نظامی نیست ولی چون سواد داره، شاگرد دوچرخه ساز نبوده که یه شب جنرال بشه، بنابراین میدونه، قدرت رو میشناسه. یادش هست که آمریکایی‌ها با از کار انداختن سیستم کامیونیکیشن ارتش عراق کاری کردن که تانک‌های عراقی به جای اینکه به سوی آمریکایی‌ها شلیک کنن، لوله‌شون رو به هوا یا کج می‌شد یا موشک‌های صدام بلند نشده می‌افتاد. اینو میدونه و بنابراین میگه آقا جان، ایالات متحده آمریکا از ما نمی‌ترسه، تو 10 دقیقه می‌تونه قدرت نظامی ما رو از بین ببره. آنچه آمریکا رو واداره به گفتگو کرد و نرمش نشون داد، موضع مردم بود، انتخابات اخیر بود و اینکه مردم حرف و سخن و خطاب دیگری رو برگزیدن، خطابی که با مصالح ملی ایران انطباق داره، خطابی که جهانیان رو به اندیشه نمیندازه، بلکه نشانه واقع‌گرایی در سیاست ایران. این حرف آقای ظریف رو نخست آقای حیدر مصلحی که در دوران سیاه وزارتش در وزارت اطلاعات بدترین اعمال انجام گرفت و بزرگترین دروغ‌ها در مورد فتح الفتوح ایشون گفته شد. یه بارم یادتونه که وزیر اطلاعات اومد مصاحبه کرد که بنده و آقای مهاجرانی 18 میلیون دلار از عربستان پول گرفتیم. این دیگه نشانه قدرت این مرد بود. اول ایشون گفت آقای ظریف احمقه، جاهله و نمیفهم. بعد دونه دونه اینا را افتادن، یکیش روی حرفای آقای ظریف اینجا بود، یکی مسئله ابو موسی. آخه ما به عنوان آدمهایی که اهل تعقل و اندیشه هستیم که نباید تابع احساسات بشیم و دروغهای سپاه رو باور کنیم. مشکل ابو موسی رو سپاه ایجاد کرد. شاه با یک درایت و عقل درست، با برنامه ریزی درست، توم به کوچک و بزرگ رو گرفت. در مورد ابو موسی که شارجه در اونجا حضور داشت، به توافقی با شیخ شارجه رسید، بدین معنا که حاکمیت ایران بر 2/3 جزیره تثبیت شد. در مورد 1/3 باقی مانده گفتن اون منطقه‌ای که پاسگاه شارجه هست متعلق به شارجه است. در مورد ثروت دریایی ایران دست بالا رو پیدا کرد. جمهوری اسلامی در سال 92 بعد از جنگ کویت ساکنان عرب اون منطقه رو و معلمان مصری و غیره رو اخراج کرد. گویی که عده‌ایشون برگشتن، ولی همین مسئله نقض عهد بود و بهانه به دست ابوظبی داد، ولی قبلا ابوظبی راجع به جزایر رفت و میزد. آقای ظریف میگه ما فقط در چارچوب ابو موسی و اون توافقی که شاه فقید کرده درباره اون حاضریم صحبت کنیم، نه درباره یه چیز دیگه. آقای نورزاده، شما اشاره میکنید که سیاستی که اتخاذ کرده دولت روحانی در زمینه اتم یا هر چه که هست و بقیه چیزا منطبق با مسائل ملی. خب اینجا گفتم آقای ظریف این پیام رو داره میده، به یعنی در حرفاش این پیام رو داره میده که مردم آمدن ما رو انتخاب کردن چون خطابی داشتیم مطابق بر مسائل ملی. من نگفتم، آقای ظریف اینو گفتن. بله بسیار، ایشون اینو میگه و فرض بر این باشه که چنین هست یا نیست یا هر چی که هست، این طرف بر چه مسئله‌ای هستش که مخالفت میکنه؟ مسئله این ور در مخالفت با ظریف و سیاست جدیدی که این دولت جدید در حکومت اسلامی آورده، مسئلهش در چی هست؟ اگه به طور مختصر بشه. من معذرت میخوام، خیلی هم حرف زدم، ولی اینو میخوام بگم، اینا میلیاردها دلار پول این مملکت رو خرج این حلبیا کردن به اسم موشک که ما قادریم تمام دنیا رو نابود کنیم، اسرائیل رو با 2 فوت از بین میبریم. خب وقتی ظریف وزیر خارجه میاد میگه آمریکا تو 10 دقیقه تمام این دکونا رو جمع میکنه، معلومه اینا ناراحت میشن. به اضافه اینکه اینا مصلحتشون در بحرانه، اینا اگر آرامش در خلیج فارس باشه از کجا فردا پول میگیرن برن موشک نمیدونم تقلید شده از یک موشک عقب افتاده جنگ جهانی دوم کره شمالی بسازن؟ پس این بحران باید باشه که اینا زندگی کنن، دکونشون تخته میشه به همین راحتی. به اتفاق آقای نوری‌زاده به شما خوش آمد میگیم. آقای سازگارا در واشنگتن.
عرض سلام و ارادت دارم آقای چالنگی عزیز، آقای دکتر نوری‌زاده گرامی و همه بینندگان عزیز برنامه. آقای سازگار، شما این مخالفت ها، بزنین بگیم که جنگ درون جناحای حکومت اگر بشه تعبیر کرد، جنگ بین سپاه پاسداران، جنگ لفظی بین فرماندهان سپاه پاسداران و سیاست خارجی دولت آقای روحانی رو، وزارت آقای ظریف رو در چه مسیری تفسیر میکنید و مساله این دو طرف در چی هست؟ انگیزه های دو طرف در این برخوردهایی که دارید؟ ببینید، به هر صورت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واقع این پروژه هسته‌ای بچه سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه و بیش از اینکه سازمان انرژی اتمی درگیر باشه، سپاه درگیره. اساساً بر اساس استراتژی که چندین سال قبل سپاه دفتر سیاسیش در آورد که ما بتونه ایران در واقع به طور بالقوه تولید بمب هسته‌ای داشته باشه ولو اینکه سرهمش نکنه و سیاست بازدارندگی در دکترین دفاعی ما، این مقدار سرمایه گذاری و کار و این مقدارم خسارت به کشور زده شده. بنابراین آقایون سپاهی ها اولا که سختشونه که اختیار یک چنین کاری رو بخوان حالا به دست دولت یا کس دیگه یا حتی خود آقای خامنه‌ای در پاره موارد بدن. این بازی رو قبلا هم درآوردن. قبلا همین آقای روحانی وقتی مذاکره میکرد قول و قرارهایی رو میداد به سه کشور اروپایی، بعد در تهران که برمیگشت اجرا نمیشد. نکته دیگه این است که آقایون سپاهی ها خیلی روز روشن این روزها خیلی صریح و مشخص آقای عزیز جعفری ادای جنرال ضیاءالحقی در میاره و دستشو میزنه به کمرش و راجع به مسائل سیاسی اظهار نظر میکنه و خط و نشون میکشه. در واقع با این موضع گیری ها میخوان بگن که اختیار کارها دست ماست و ما در نهایت باید تعیین بکنیم که کی چی بگه و به اصطلاح اختیارداری میکنن. حتی برای آقای خامنه‌ای که میفهمد که مشکل کشور پیدا شده، این مشکلات عجیب و غریب رو ایجاد کرده در مسائل هسته‌ای. اما نکته آخر این که سپاهی ها یک مقداری هم ابراز ناراحتی کردند از اینکه هم در نفت پاره پروژه های بزرگ رو ازشون گرفتن یا بهشون ندادن و هم در وزارت نیرو این ماجرا اتفاق افتاده. بنابراین خیلی هم تا اینجای کار از دولت روحانی راضی نیستن و سهمشون رو میخوان، اگرچه بودجه جاریشون افزایش پیدا کرده در قانون بودجه، ولی این بودجه که دولت میذاره هیچی نیست. درآمد اصلیشون این دست درازی است که در پروژه های کشور، ارکان اقتصادی کشور دارن و هزاران شرکتی که درگیر هستند. این قبیل حرفا و کارشکنی ها یک مقدار هم مال این است که در واقع کسی جرأت نکنه که بخواد دستشون رو کوتاه کنه، در حالی که چاره اقتصاد کشور به نظر من یکی از اصلی‌ترین چاره هاش این است که بشود اتفاقا دست بیت رهبری، سپاه و ده ها ارگان این گونه رو از سر اقتصاد کشور کوتاه کرد. اما به دست کی سپرد هم مسئله است، چون قضیه همون دیگه معروف است از زبان مل، همون دیگه معروفه که سر اگه درش برای ما نمی جوشه میخوام نجوشه. بله، قطعا برای اقتصاد این است که در واقع این همه نهادهای غولاسایی که با میلیاردها ثروت خلق شده شما بگیرین از دستشون به مردم واگذار کنید و در واقع از قدرت اینها بکاهید و به قدرت مردم بیفزایید.
همون که بهش میگن اقتصاد آزاد. در این زمینه حتما صحبت خواهیم کرد. اما آقای نوری‌زاده، کنفرانس سران شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس بود در کویت. تصمیمات تازه‌ای گرفته شده که نشون دهنده نزدیکتر شدن این کشورها، عملی‌تر شدن طرح‌ها و پیمان‌های امنیتی پیشتر که داشتن و پیمان‌های امنیتی جدیدتری، همکاری برای پلیس مشترک و و و همچنان خطر مشترک این کشورها، برنامه اتمی ایران هست، زمینه ساز چنین تصمیمات نبوده در کویت. جناب چالنگی، بذارید دو نکته رو بگویم. کنفرانس کویت از این نظر موفق بود که جلوی از هم پاشیده شدن شورای همکاری خلیج فارس رو گرفت. به اعتباری عامل ایران میتوانست بمبی باشه که شورا رو به چند پاره تقسیم بکنه. شما نگاه کنید، خیلی ساده قضیه رو میبینید. عربستان سعودی پیشنهاد کرده شورای همکاری خلیج فارس به سوی تبدیل شدن به یک اتحادیه شبیه به اتحادیه اروپا بشه. یک بار آقای یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان دو روز قبل از کنفرانس در مصاحبه حساب شده به رسانه‌های کویت میگوید اگر موضوع اتحاد مطرح بشه عمان از شورا بیرون خواهد رفت، ما وارد اتحاد نمیشیم. بعد برای توجیهش معاون سابق دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس میاد مصاحبه میکنه و او از خاندان سلطانی است، مصاحبه میکنه و میگوید که شورا هنوز به اون درجه از تکامل نرسیده. این حرف درسته که ما بخواهیم وارد اتحاد بشیم، چون مسئله رقابت ها، مسئله اختلاف های ارضی بین ابوظبی و عمان، بین ابوظبی و عربستان، اختلاف های سیاسی بین عربستان و قطر، بر سر مصر، بله بر سر مصر، سوریه، بله سوریه هم حالا یه مقدار هماهنگی داشتن، ولی حالا که قطر در بس چسبیده به سلفی ها و سعودی ها به ارتش آزاد، خب یه مقدار اختلاف به وجود اومده. بعد در این میان بحرین بسیار نگرانه، به این فکر میکنه که مبادا فردا آمریکا بحرین هم تو سینه طلا بخواد بده به جمهوری اسلامی. خب اینا اسباب نگرانیشون بود و سعودیا به عنوان برادر بزرگتر و کسی که بیشترین هزینه رو برای نگهداری شورا گذاشته و نیروهای نظامیش در واقع حامی اصلی کشورهای شوران، این در حال نگرانی ها بود. حالا در کویت که جمع شدن، امیر کویت با همون درایتی که حاصل 40 سال وزیر خارجه بودن و سپس نخست وزیر و بعد امیر کشور، او با درایتش تونست این بحران رو متوقف کنه. به این معنا که موضوع اتحاد یک موضوع استراتژیکه، این رو میذاریم در کنفرانس سران ویژه در ریاض که محل تشکیل شوراست بررسی میکنه. حالا بیایم نسبت به مسائل دیگه. اول اینکه خیلی ویلکام، خیلی خوشحالیم که این پیمان ژنو منعقد شد و خطر اتمی رو داره دورتر میکنه، اما امیدواریم جمهوری اسلامی ملتزم به این قرارداد باشه. در این حال نمیتونیم نگرانیمون از این ابراز نکنیم که فردا اگر زلزله خدای ناکرده آمد، این ماییم که قربانی اشعه و این برنامه ها خواهیم شد در اونجا. در مورد اینکه فرمودید پیمان دفاعیشون رو مستحکم کردن، بسیار درسته. اولا یه نیروی پلیس امنیتی درست کردن به صورت مشترک که این دیگه باید در ظرف 2 سال آینده عملا وارد میدون بشه. مسئله خط آهنی که همه اینا رو به هم وصل کنه که اونم یک پروژه استراتژیکه، بسیار هم پرخرج. مسئله پل بین قطر و بحرین، اینا همه چیزهایی بوده که در چارچوب این انجام گرفت و بعد بنیه دفاعی اون کشورهای عرب رو بالاتر میبره در و وارد کردن دو قدرت منطقه‌ای، مغرب و اردن، به صورت عضو ناظر در کنار خودشون. اینم بسیار با اهمیته که در واقع نظام‌های سلطنتی و امیری اینا با هم هستن الان در جهان عرب و این کارو کردن. به هر حال کنفرانس پایان گرفت، دستاوردهای خوبی داشت از نگاه ناظران، ولی باز مسئله ایران محل اختلافه. اینکه آقای وزیر خارجه امارات
فردای روزی که قرارداد ژنو منعقد میشه و سعودی ها انتقاد میکنن پا میشه میره تهران، در حالی که قرار آقای ظریف بیاد. بعد آقای ظریف میره به بحرین و عربستان نمیره، و بعد صحبت میشه که عربستان گفته ما نمیخوایم بیام، اما بعد معلوم میشه که آقای خامنه ای نذاشته. یعنی سیاست چندگانه جمهوری اسلامی اثرشو در کنفرانس کویت هم داشت. آقای سازگارا در واشنگتن الان همچنان علارغم رفتن جان کری وزیر خارجه آمریکا به کنگره، توضیحاتی که داد درباره توافقنامه ژنو و مسائلی رو که گفت و مسائلی رو که نگفت، و باز تأکید کاخ سفید، توصیه کاخ سفید که جلوی تحریم‌های جدید رو بگیره علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی، می‌بینیم که به نظر میرسه سنای آمریکا خیلی جدی است در این زمینه در مورد تحریم‌های جدید. ناشی از بی‌اعتمادی است به التزام تهران به تعهداتش در ژنو. در این زمینه میست. در هفته گذشته یک دور تازه از کشتی بین کنگره و دولت آقای اوباما باز اجرا شد و مچ در مچ دوباره به زورآزمایی پرداختند. آقای جان کری هم به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا رفت، توضیح داد. من از روی رادیوی سی اسپن دنبال می کردم و هم ایشون به کمیته روابط خارجی سنای امریکا رفت و توضیح داد. به قول مطبوعات اینجا ایشون رو خوب گریلش کردن، خوب سرخش کردن توی ماهیتابه. لب حرف آقای کری و دولت این است که ما داریم مذاکره میکنیم، 6 ماه قرارداد بستیم، ایران یه کارایی بکنه، دست نگه دارید، بذارید ما ببینیم اگر ایران انجام میده. این قرارداد ژنو ما هم خلاصش این است که پیشرفت برنامه هسته ایران متوقف کرد و ایران رو از سلاح هسته‌ای دور میکنیم، چون ذخایرش رو قراره بگیریم، غنی‌سازی 20% رو متوقف کنیم. بذار شما کنگره یا کاری نکن. و لب به حرف کنگره یا این است که چه مجلس نمایندگان که قبلا تصویب کرده قانونی رو و چه مجلس سنا که این قانون دستش هست که الان میگن ما تصویب میکنیم تحریم‌های شدید رو، یک چاقوی تیزتر درست میکنیم میدیم دست توی دولت امریکا، ولی اجرای اون رو میذاریم از همون 6 ماه بعد. توی دولت بیا به کنگره دائما هم گزارش بده چه جوری پیش میره. اگر ایران به تعهداتی که در این توافقنامه ژنو کرده پایبند بود، باشه این قانون اجرا نشه، ولی اگر نبود دیگه معطل تصویب قانون نشه، با هم سر میز مذاکره دستت محکمتر و سفتره. الان با توجه به مقاومتی که در مقابل این حرف دولت میکنه، سر صدای مطبوعات امریکا هم آقای چالنگی در اومده. حتی کار به اینجا رسیده که میگن آقای کریتو دامادت ایرانی، پدرزنت نمیدونم دکتر توی ایران رفت آمد میکنه، از این حرف هم اومده وسط. و اصلا این حرفت غیر منطقیه، بیشتر جنبه خال زنکی خود ماها رو بده. بل یعنی ماجرا، آقای ظریف هم البته با مجله تایم مصاحبه کرد، در واقع به قول اینجایی ها لوف زد، گفت اگر این تحریم ها ولو مدت دار باشه بشه ما چیز مذاکره رو ترک میکنیم اصلا، و مذاکره بی مذاکره. به نظرم آقای ظریف یک کمی ناشیگری کرده و یک سره باید یه دری رو باز خودش باز بذاره که اگه اتفاق افتاد اینجور حرف آخر رو نزده باشه. ولی به هر حال ایشون هم یک همچین تهدیدی کرده، ولی من تا اونجا که نگاه میکنم جنگ کنگره و دولت فراتر از این حرفای آقای ظریف الان که داریم صحبت میکنیم، آخرین وضعیت این است که کمیته امور بانکی سنای امریکا، آقای تیم جانسون رئیسش، گفته که آره من قانع شدم و در دستور نمیگذارم کمیته. ولی کمیته روابط خارجی سنا، آقای منندز که رئیسشه و اون لینزی گرام و آقای سناتور کرک و اینها،
مصرن میگن ما تصویب میکنیم و توازن قوا هم در مجلس سنا که اکثریت لرزانی رو حزب دموکرات داره با توجه به اینکه خود آقای منندز، چاک شومر، تعدادی از سناتورهای دموکرات الان اومدن این طرف، جمهورخواهان که راحت رأی میدن، یک اکثریت 56 رأی دارن. اگر پس تحکیم جدید در دستور سنا قرار بگیره تصویب خواهد شد. به احتمال زیاد البته کنگره تعطیل شد دیگه، امروز به انتها برسه، قانون بودجه رو انجام دادن، خیلی احتمال داره که هفته آینده دیگه برن مرخصی، چه اتفاقی نباشه، بره 2 ژانویه برگرده اگر قرار باشه اتفاق بیفته. همین اتفاقات میفته برای بعد از ژانویه، تعطیلات کریسمس در حال شروع شدن است. آقای سازگارا به سی اس پن اشاره کردن، یک شبکه رادیو تلویزیونی در آمریکا، بیشترین فعالیتاش در واشنگتن است. مذاکرات کنگره، وزیری هر کسی رو به کنگره میخوان، توضیحات میخوان، از کنم استنتاق میکنن، استیضاح میکنن، هر چه که هست به طور مستقیم این شبکه برای مردم پخش میکنه، چه از طریق رادیو چه از طریق تلویزیون. هر وقت تو این شبکه برید داره یه گوشه کنگره آمریکا، سنای آمریکا رو داره نشون میده، یا اتفاقات خیلی خیلی مهمه که همه خبرنگاران یا احتمالاً دسترسی ندارن، باز میتونید در این شبکه ببینید، یا حوصله‌شو ندارن بعضی خبرنگاران. و آقای نوری‌زاده، آقای موحدی کرمانی، امام نماز دولتی جمعه، امروز در تهران حرفی زده، من در مقدمه اشاره کردم که میگه این هیئت مذاکره کننده بیاد و از این فرصت استفاده کنه و زیبایی‌های انقلاب رو برای افکار عمومی جهان تشریح کنه. من تصورم این است 34 سال که گذشته زیبایی‌های انقلاب اسلامی در ایران رو افکار عمومی جهان کم و بیش شناخته، چون زیبایی‌ها همون بهار آزادی از پشت بام مدرسه علوی آغاز شد که همچنان با تیرباران افسران ارتش ایران و دیگران که همچنان گلهای تازه‌ای رو ما ببینیم در زندان هستند، امثال مهندس هوتن دولتی، حسین رونقی، دو نفری که جونشون در خطر هست، ارژنگ داوودی، مهدی گررو، شبنم مددزاده و بسیاری دیگه. آقای تولا کازمینی برو جلدی آقای چالنگی یه نکته رو خدمت تو عرض بکنم، نمیدونم یادم نیستی رو گفتم به شما در برنامه یا نه، یه وقتی در فرودگاه لندن بنده به جای میخواستم برم، تو سالن ترانزیت دیدم تمام ملت، تمام آدمایی که تو سالن ترانزیت بودن، انواع و اقسام انسانها، اینا چارگوشه سالن جمع شدن یه حلقه، اون وسط دیدم یه خبریه باید باشه، رفتم نگاه کردم، دیدم آقای فخرالدین اعجازی، خدا رحمتش کنه، خطیب اسلامی که به امام گفت خودتی، ایشون با پیژامه که سر پیژامه اون پایینش هم توی جوراباش بود و با یه پیرنی که کشته بود روی پیژامش، به همراه 4 نفر دیگه با همون قیافه و هیئت ایستاده بودن نماز میخوندن، آقای یه آخوندی هم جلو ایستاده بود، بعد تمام ملت ایستاده بودن تماشا کنن، چون مظاهر انقلاب رو داشتن صادر میکردن دیگه، این نمونه های که اشاره کردن آقای موحدی کرمانی، و بعد اینا داشتن میرفتن به کیتو برای شرکت در کنفرانس اوپک، و من از خودم سوال میکردم، در فرودگاه لندن اتاقی رو برای نمازخانه گذاشتن و جز این که اینا بخوان مظاهر معنوی اسلام ناب انقلابی محمدی ولایی رو به نمایش بگذارن کاری دیگه نمی کنن. این همه مسلمان انصافا همون لحظه یاد کتاب اون نوشته کوتاه صادق هدایت البسطل اسلامی، درسته، کاملا به یاد اون بودم و به یاد اون ملایی که بعدن توی پاپ سردر می آورد و رقاص می شد، و اینا همشون استعداد و قابلیت های این کارها رو دارن، چون نمونه هاشون رو ما دیدیم در این سالها. و وقتی که آقای موحدی کرمانی میگه، یعنی این که هیچی، نمونش هم دیدیم، تصویر به اون زیبایی رو در وین اومدن روش پرده کشیدن که اون بانوی برهنهی که اون پشت بود پیدا نشه، از این کارا میکنن برای اینکه مظاهر اسلام رو حفظ بکنن، اما مظاهر اسلام زمانی حفظ میشه که آدم به بچه های مردم توی
کهریزک تجاوز نکنه. زمانی حفظ میشه به زهرا کاظمی رو در گوشه زندان مورد تعرض قرار ندن. زمانی حفظ میشه که هموطنان عرب و کرد و بلوچ ایرانی رو بیگناه اعدام نکنن. زمانی حفظ میشه که مافیای قدرت و ثروت در مملکت ما ملت رو نچاپن. زمانی حفظ میشه که به اسم دفاع از حرم حضرت زینب به سوریه نرن و مردم سوریه رو قتل عام کنن. اسلام اینجوری حفظ میشه، منر و منش و نام اسلام، نه با این جنایت آقای موحدی کرمانی. خودشون از کسانی هستن که در این فساد خود و آقازاده دست دارن و بنابراین لازم نیست با آقای ظریف توصیه کنن. آقای ظریف خودشون تا حد زیادی رعایت میکنن، همون پارچه‌ای که روی مجسمه کشیدن روی تصویر عکاکی شده کفایت میکنه. بله، اون چی که آقای نوری‌زاده گفت درباره فرودگاه لندن و اون جماعتی که اون گوشه نماز جماعت میخونده، نوشته هدایت رو که من اشاره کردم و آقای نوری‌زاده هم، البعثة الاسلامية فی بلاد الافرنجية، عنوانش که خود هدایت ساخته عربیشو، خونده نیست. ممنوع هست، اما فکر میکنم روی اینترنت بتونید پیدا کنید. در واقع همین یک هیئتی شبیه اونچه که آقای نوری‌زاده اشاره کرد میرن برای صدور اسلام در کشورهای اروپایی و چه پیش خواهد آمد همین که جلوی شد گوشه شد دیدیم. آقای سازگارم، حرف از عدالت، حرف از زیبایی های انقلاب هست، موحده کرمانی میگه و صبح تا شب از این صحبت ها گفته میشه که ایران الگوی حکومت اسلامی، الگوی به اصطلاح برای بشریت هست، برای غرب به فساد رسیده و حقوق بشر در اونجا رعایت نمیشه. یکی دیگه از این لاریجانی ها باز چون این گفته بود قبلا، همین آقای محمد جواد لاریجانی که مسئول تشکیلات حقوق بشر جمهوری اسلامی، اما میبینیم زندانیان همچنان در گوشه زندان هستن، میبینیم اعدام ها ادامه داره. 7 نفر در رجای شهر، 4 عرب ایرانی در خوزستان، بلوچ ها اعدام شدن، 2 کرد در آستانه، 2 عرب ایرانی دیگه باز در آستانه اعدام هستن و بیش از 10 کرد ایرانی هم. این تناقضات، آیا جهان اینها رو نمیبینه؟ و زیبایی های انقلاب چی هست؟ والا ببینید، به قول حضرت علی که میگفت پوستین اسلام رو وارونه به تن کردن، یعنی پوستین لباسیه که به قول شریعتی پشت و روش خیلی فرق داره، یک روش زیبا و ایناس، اما روی دیگهش مثل لولو میمونه و مردم رو هم میترسونه. حضرات دین رو مساوی با فقهی تعریف کردند که این فقه احتیاج به خانه تکانی های خیلی زیادی داره. این احکام شریعتی که مبانی فکریش در قرون وسطا گیر کرده و مانده و به قول وایت هد یک مغالطه کنه و وجهی شده، کل دین رو مساویست با یک سری احکامی گرفتن که اتفاقا دنیایی ترین بخش دین میتونه باشه و خانه تکانی میخواد که در واقع هم به حاشیه رونده بشه، هم از مبانی تغییر بکنه. حاصلش این شده که یک سری احکام عقب افتاده و بسیار خشن نسبت به دنیای امروز و بیرحم شده حاکم بر مقدرات کشور، یک تعداد حاکم شرعی که در واقع به قول هیئت حقوقدان فرانسوی یک موقع رفته بودن ایران، گفته بودن ما به این نتیجه رسیدیم شما اصلا قوه قضاییه نداریم، قانون نداریم. حاکم شرعی که به قول خانم کار یه تحقیق خوبی کرده، تمام زور روحانیت بعد از انقلاب این بود که قوه قضاییه رو تصرف کنه و اون مفهوم حاکم شرع رو احیا کنه به معنی حسین قلی خانی که هر کی هر جوری میخواد حکم میده و چه فسادی هم گریبان این حضرات رو گرفته تا خرخره قوه قضاییه رو فاسد کرده. حاصلش این که این خشونت ورزی هایی که قرن هاست از بشریت رخت بربسته، انسان نوعی در دنیای نوعی تعریف شده، آقایون ازش بویی نبردند و
اعدام میکنند. تا هفته گذشته من دیدم قبرستان بهایی های سنندج برای سومین بار گرفتن، بهشون زمین داده بودن مردشون رو چال بکنن، با بولدوزر ویران کردن. یعنی دیگه به مرده یه اقلیت دینی هم راه نمی کنن، زنده هاشونی که زندان میکنن اعدام میکنن. یه کرد، درویش، بلوچ، فارس فرق نمی کنه. و نوبت حالا به زرتشتی ها رسید. زرتشتی های ایران رو هم به دادگاه خواستن. بله بله، یعنی به نظر من روحانیت شیعه آقای چالنگی در عرصه تبلیغ کالایی که داره، دینی که داره ارائه میکنه، شکست خورده. همین چهره زشت پوستین وارونه به تن کرده، مردم رو، جوانها رو زده کرده. گروهی دارن مسیحی میشن، گروهی بیدین میشن، گروهی بهایی میشن، گروهی به فرقه های درویشی پناه میبرن، گروهی از هموطنان ما هم به رفتن زرتشتی میشن و مؤسسه فرهنگی جمشید رونق گرفته. حضرات به جای اینکه خودشون رو در آینه نگاه کنن، آینه رو میشکنن، شروع میکنن با این اقلیت های دینی خشنتر رفتار میکنن. دیدن یه مقداری رونق زرتشتی ها بیشتر شده، پاره از هموطنان ما میرن به دین زرتشتی میگرون، شروع کردن فشار آوردن، دستگیر کردن، حتی به معمول کاری که بلدن، و ریختن تو منزل روزنامه نگاری که برای مجله زرتشتی ها کار بیکرده و دارن توی زندان الان بهش فشار میارن که بیا تو تلویزیون لاحود مصاحبه کنه. این دفعه حالا بگن بعد از بهایی ها و مسیحی ها و اینا بگن زرتشتی ها رفتن. اینا معلوم نیست که بعد از کجا پول گرفته باشن بیان تبلیغ کنن. به هر حال ببینید، روحانیت چاره ای نداره جز این که برگرده در خودش تجدید نظر کنه و بداند که کالایی رو که به اسم دین داره عرضه میکنه روحانیت شیعه، نه جذابیت داره، نه زیبایی، نه دلی از کسی می رو باید، و با زور، فشار، سرکوب، اعدام، وضع دین از اینی هم که هست بدتر خواهد شد و شیعه گریزی و اسلام گریزی مردم فقط تشدید. آقای نورزاده، در چنین فضایی است که آقای مصباح یزدی صراحتا اعلام میکنه که حکم ولی فقیه آیت الله خامنه ای بالاتر از احکام مراجع تقلیدی. ما پیش از انقلاب اونجاییش که اطلاع داریم مرجع تقلید آخرین حرف رو درباره احکام شریعت هرچی میدن. این حرف آیا با سکوت مراجع تقلید هم روبرو شده؟ تأیید مراجع تقلید هست؟ ببینید جناب چالنگی، میخواستم یه اشاره فقط بکنم. اینکه دکتر سازگارا گفت تمام تلاش اینا اینه که این حاکم شهر رو علم بکنن. در واقع آقای خمینی دو انتقام از رژیم پهلوی میخواست بگیره و از شخص رضا شاه. یکی مسئله دادگستری نوین بود که مرحوم داور و پیش از اون با تلاش‌های فرمان فرما، مخبر السلطنه، آدمای برجسته‌ای که دلبسته این مسئله بودن، دادگستری نوین برپا شد و حاکم شهر تعطیل شد. دکان پر از فریب و فسادشون که هر کدوم یه بنچاق به دست یکی میدادن که پول بیشتر میداد. انتقام از اونا. و انتقام دوم تأسیس دانشگاه و آموزش پرورش بود. در این دو مورد خمینی هر دو رو دست آخونده سپرد. قوه قضاییه رو داد دست مرحوم بهشتی و موسوی اردبیلی که برید و ویران کنید آنچه را داور ساخت و توی 50 سال مملکت ما دادگستری افتخار آفرینی داشت. یادم است در حکم همدانیان و خواهر پادشاه اشرف پهلوی دادگاه به نفع همدانیان رأی داد. اینا رو یه نباید یادمون بره، آدمای دلاوری که تو اون دادگاه ها رفتن و به عنوان قاضی و وکیل و دادستان حاضر بودن، با شرف، نه مثل سعید مرتضی. اما در باب نکته که اشاره فرم، یادم رفت چی پرسیدید آقای چالنگی؟ من سوال این هستش که آقای نوری‌زاده، آقای مصباحی از مرجع حضورتون عرض کنم که یه وقتی های چالنگی مثل بقیه چیزا مرجعیت داشتیم. مراجع سگانه مثلث قم بعد از درگذشت مرحوم آیت الله حاج حسین بروجردی
اعتباری داشتن، آقای شریعت مداری، مرحوم حاج آقا رضا گلپایگانی، مرحوم آقا شهاب مرعشی، اینا در قم بودن. در تهران حاج آقا احمد خونساری بود، مرحوم حاج میز عبدالله مسیح تهرانی چلستونی بود، حاج آقا بهایدین نوری بود، یعنی در مشهد مرحوم آقای کفایی بود، قبلش آقای میلانی بود، مراجع حاج آقا حسن، مرحوم حاج آقا حسن طباطبایی قمی بود، شیراز میرفتید آقایان محلاتی بودن، در اصفهان میرفتید مرحوم حاج آقا حسین خادمی، آدم بودن، آدمای با شخصیت بودن، اعتبار داشتن، مرجع بودن. نجف شما میرفتی مرحوم آقای خویی بود، پایگاه مرجعیت قوی بود و مورد احترام. در مسائلی شاه بهشون مراجعه میکرد، حکومتای منطقه مراجعه میکردن، اینا انسانهای معتبری بودن، برای اینکه دروغ نمیگفتن، کلاش نبودن، کارخانه کندومسازی اداره نمیکردن. ولی الان چه مرجعیتی؟ آقای وحید خراسانی برای نشان دادن شمایل حضرت عباس تو تلویزیون درسشو تعطیل میکنه، گریه میکنه، عمامه میزنه زمین، اما دختر پسرای مردم مورد تجاوز قرار میگیرن هیچی نمیگه، چون دامادش رئیس قوه قضاییه است. اون یکی آقای ناصر ابوالمکارم شکرفروش شیرازی مملکت ما رو، صنایع شکرشون نابود کرد، برای اینکه آقازادهشون دستشون تو دست کوبا و هند شکر وارد کنن و زمینای نیشکر خوزستان رو بفروشن. هر کدوم یزدی لاستیک سازی داره، اون یکی یه چیز دیگه داره. آقا شوبر زنجانی رو بودجهش رو بردن بالا. همین الان آقای صافی گلپایگانی، داماد مرحوم آیت الله گلپایگانی، ایشون یه بودجه هنکفتی براشون در نظر گرفته شده تو بودجه کشور. مرجع از دولت پول نمیگرفت، مرجع مستقل بود، اون وجوهات به دستش میرسید، پول طلبه ها رو میداد، کارهای عمرانی میکرد، کتاب چاپ میکرد. الان اینطوری که شما میفرمایید وضعیت برعکس شده، یعنی باید وجوهات شرعی رو دیگه این مرجعیت نباید بدن. اینا به به نظر من مردم یک ریال به این مراجع قلابی نباید بدن، یک ریال به این آخوندهای درباری نباید بدن. آخوند درباری اینان، مرحوم شریعت مداری نیاز نداشت، چون تجار تبریز انقدر به ایشون میدادن که ایشون تمام فقرا رو اطعام میکرد، به تمام طلبه ها پول میداد. اینا مراجع درباریان، دینشون رو فروختن. دربار منظور شما دربار آقای خامنه‌ای؟ بله البته، مراجع دربار آقای خامنه اینان دین رو فروختن، چون دامادشون شد رئیس قوه قضاییه، دین رو فروختن چون آقازادهشون سفیر شد، دین رو فروختن چون پسر برادر عمهشون شد نمیدونم وزیر. اینا مرجع نیستن، اینا باید خلع لباس بشن، بعضیشون شلاق بخورن به خاطر اینکه در برابر این جنایات سکوت کردن. صحبت دربار کردین، من برای بینندگان فقط میگم در خاطرات اسدالله علم وزیر دربار محمد رضا شاه پهلوی که خداوند روان هر دو رو شاد بداره، اومده که میخواستن دیوار کاخ سعدآباد هست مثل اینکه تعمیر بکنن، چون بیشتر جنبه شخصی داشت محمد رضا شاه پهلوی، و اسدالله علم گفت این رو از بودجه شخصی خودش، هرچه که هست، حقوق که از دربار میگرفت محمد رضا شاه پهلوی، از اون و نه از بودجه دولت استفاده نکنه، از بودجه دولت که مربوط به کارهای دیگه است، برای دیواره. خاطرتون هست این تیکه در بله. خاطرات اسدالله علم؟ بله. اون آخه طاغوت بود، اون طاغوت بود، این یاغوتی ها همشون سهم پول مردم مال ایناست دیگه، اون طاغوت بود. آن پدر و پسر بردن مملکت رو، گورستان کردن ایرانو، اما آقای خمینی اومد بهشت درست کرد، بهشت زهرا رو بهشت واقعی تبدیل کرد، اما اون پدر و پسر کشتند و بردن. خوب آقای باقی اومد، آقای کتاب صادر کرد، این مرد با شرف، و نشون داد تمام این ارقام اینا دروغ بود، و متاسفم که ماها فریب اون ارقام رو خوردیم، حداقل خود بنده. ایام انقلاب هم هست، ببین مسائل انقلاب، رویدادهای انقلاب هم در برنامه‌های آینده حتما خواهیم پرداخت. اما آقای سازگارا، در همین مسیر آقای اسدالله عسکراولادی خبر دادن که ما طلبهامون از چین نقد نخواهیم گرفت، هیچ اشکالی هم نداره، کالای چینی میگیریم، یعنی ایشون گفته اشکال نداره. این یک خبر هست. خبر دوم این که قرار چینی ها باز به گفته ایشون بیان همکاری بکنن در ایجاد
تعاونی ها و فعالتر کردن تعاونی های موجود. چینی ها می آیند، آمدند، خواهند آمد، مثل روس ها که یک زمانی می گفتن روس ها می آیند، که حالا مدت هاست آمدن، از خلیج فارس هم رد شدن و اون ور خلیج هست، خلیج فارس هست. حالا چون اسم آقای اسدالله عسکرآبادی رو دیرو آوردید، من یه نکته حاشیه‌ای رو عرض کنم که بعد از فوت آقای حبیب الله عسکرآبادی اتفاق شاید سیاسی درخور این بود که آقای باهنر رو به عنوان دبیر کل جبهه خط امام انتخاب کردن پریروز، و در حالی که خب بلا سیاسی انتظار میرفت کسای دیگه ای در دستور بودن و در لیست بودن رای بیارن. به هر حال این جناح به اصطلاح معروف به محافظه‌کاران سنتی ما، جناح راست سنتی ما، شاید یک کمی داره جوانگرایی میکنه. اما آقای عسکرآبادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ایشون و آنچه که دست گشاده چین در بازار ایران اسم گذاری شده، کالاهای بنجلی که انصافاً صنعتگرای خود ما خیلی خیلی بهتر از کالاهای چینی تولید میکنن ولی در و دیوار بازار رو برداشته، و بعد هم چینی هایی که به دلیل این تحریم ها 30 و چند میلیارد دلار پول ایران پیششونه و نمیدن، اگر هم قرار باشه منتقل بشه به جایی بالای 7% حق و زحمه میگیرن که این پول بفرستن به یه بانک دیگه ای که نمی کنن این کارو، به جاش هم میگن بیاین کالا برداریم ببرین، هر بنجلی رو به ما میندازن و میفروشن. الان یک نگرانی داره آقای اسدالله عسکرآبادی، برای اینکه الان که داریم صحبت میکنی یک هیئت از اتحادیه اروپا در تهران، از مجلس به اصطلاح پارلمان اروپا، با وجودی که پیش شرط گذاشته بود که خانم نسیم ستوده و جعفر پناهی و موسوی و کروبی رو ببینن و ایران نپذیرفت، بالاخره اروپایی‌ها کوتاه اومدن رفتن، به دلیل اینکه اصلی ترین انگیزه شون این است که بلکه با باز شدن مسئله تحریم ها بتوانند روابط تجاری برای تجار اروپایی باز بکنند. همین گرایش اندکی در امریکا هم آقای چالنگی دیده میشه. بله بله. در حدی که کمپانی های نفتی که پشت پرده آقای زنگنه دائما براشون پیغام میکنه، به خصوص کمپانی های نفتی امریکایی رو که قدم خلاصه کرم نما و فرودا به خانه خانه توست و اونها رو دعوت میکنن که بیان در پروژه های نفتی ایران، البته تحریم های غیر از اخیر تحریم های قدیم امریکا هم مانع چون این کاریست، اما هشدارهایشون داده شده به کمپانی های نفتی امریکا در همینجا. بله اخطارم همین دیروز و پیروز کردن که عجله نکنم. ولی یک گرایش بزرگی من در تجار ایرانی و صنعتگران ایرانی بخش خصوصی میبینم که به سمت کمپانی های امریکایی و بعد اروپایی این روزها مشاهده میشه، میخوان که بلکه اگر درباز بشه با صنعتگرا و تجار اروپایی و امریکایی کار بکنن. به هر حال ما ایرانی ها سالها کار کردیم با صنایع غربی، کارخانجاتمون، ماشینالاتمون، تکنولوژی هامون با غربی ها خیلی راحت تر بوده، زمین که کیفیت بهتری داره. من به صنعتگرای خودمون حق میدم که به جای بنجل های چینی دنبال مارکای اروپایی و امریکایی باشن و همکاری که خیلی هم تکنولوژیکتر و دست گشاده تری دارن در همکاری. به هر حال آقای عسکرآبادی به نظر من احساس خطر کرده و میفهمد که اگر درباز بشه انحصار امثال ایشون و منافع هنگفتی که از قبل چینی ها دارن از خوش خطر خواهد شد. به همین دلیله که پیشا پیش دارن شروع کردن دوباره روی طبل چینی کردن کشور میکوبن. آقای نوری‌زاده در همین زمینه اگر سخن دارید قطعا میشنویم. بفرمایید. خب گفتم حالا ما گاهی اوقات شما
شما از اون طنز زیباتون اشاراتی میکنید، گاهیم بنده طنز نمیدونم مثلا طریقه من نیست، ولی اینو یادم هست که بگم مرحوم حسین مدنی که دوست بنده و شما بود، ایشون بدون اینکه امریکا رفته باشه یه کتابی نوشت به نام اسمال در نیویورک. درست. و این اسمالو که یه داشمشتی جنوب شهر بود، اتفاقی حالا رفت امریکا و در برخورد با تمدن آمریکا چنان شیفته و مسحور میشد که هر چیز آمریکا براش دیگه میشد مقدس. بعدها ممل امریکایی رو در فیلم با بهروز وثوقی دیدیم، نوعی همین شباهت ها در او آشکار بود. تمام سران جمهوری اسلامی ممل امریکایی هست، همشون عاشق آمریکان. ببینید پسر آقای تبسی همسرش رو میبره در مایو کلینیک وضع هم بکنه، 150 هزار دلار میده که آقازادش نوه آقای شیخ عباس واعظ تبسی پاسپورت آمریکایی داشته باشه. و هر کدوم از اینا رو سر و تهشون رو بزنی، با هر بدبختی از ویزای آمریکا گرفتن اومدن، آقازاده، عروس، داماد، دو تا بچه آقای خرازی تو آمریکا برای چی؟ هر جا میری میبینید اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب، آقازاده ها، خانومزاده ها، برادر، همه تو آمریکا. و این آمریکای جهانخوار که اینا اینقدر مرگ بر آمریکا میگن، در سطح مدیران کشور که جدا، مردم هم با آمریکا دشمنی ندارن، کما اینکه آمریکا با ما نداره. و من همین هفته در یه برنامه تلویزیونی در پاسخ یه همکار عربم که میگفت اگر ماها سفارت آمریکا رو منفجر کردیم تو بیروت، تفنگدارا رو میکشتیم، گروگان میگرفتیم، بمب کنار جاده میذاشتیم، تو افغانستان میکشتیمشون، آمریکا با ما همین جوری رفتار میکرد که با یه خنده جمهوری اسلامی همه گناهاشو بخشید. گفتم نه، این به خاطر اون ارتباطی است که بین ایران و آمریکایی است، قطرات خون باسکرویل که توی مشروطه ما رو آبیاری کرده و حضور آمریکا با ماست. این افسانه کودتای آمریکایی 28 مرداد هم دیگه الان با بیرون اومدن اسناد برامون خنده داره. آمریکا همیشه با ما بوده، یعنی هیچ دشمنی با ما نداشته. و بنابراین فارغ از اینکه آقای اوباما خوبه یا بده، مردم ایران دشمنی با آمریکا ندارند. تو کشور عربی هست. اما این آقای نوریزاده بسیار خوب، این که میفرمایید درست، اما این سیاست اوباما در برابر ایران آیا فقط به خاطر یک لبخند؟ اگر مسئله دشمنی نیست، توجه واشنگتن هست به نقض مستمر حقوق بشر در ایران. همین چند روز پیش شنیدم 88 و همه مردم ایران انتظار هم دارن که بله مسئله اتمی بسیار خوب حل بشه هر چه که هست، اما این اتفاقاتی که میفته در زندانهای ایران ما دیده نمیشه. یعنی میگن یک جور مماشات، یک جور نادیده گرفتن، یک جور سهلنگاری است. ببینید آقای شالنگی، آره جاهای کوتاه اومدن یا صداشون کماهنگتر شده یا اعتراضشون کمرنگتر، ولی در مجموع وجود داره. من همین فراموش کردم اسم این سناتور، شاید آقای دکتر سازگارا یادشون بیاد، که نگاه میکردم تلویزیون رو، داشت میگفت در مرحله بعدی مجازات ها مسئله حقوق بشر رو مطرح خواهد کرد. یعنی میخوام بگم همینجوری نیست که فراموش کنن، و خود جامعه ایرانی در خارج از کشور و داخل با فعالیتشون اجازه نخواهند داد یه سیاستمداری مثلا مثل آقای اوباما با تسامح و تساهل با قضیه برخورد کنه. ولی قرازم یه چیز عمده بود، به قول اینا there is no animosity between، بین مردم ایران و مردم آمریکا عداوت وجود نداره. عرب ها هستن، بعد از 9/11 یادتونه بچه های ایرانی رفتن شنبه دست گریستن در میدان محسنی، ولی در کشورهای عربی در خیلی جاها رقصیدند و شادی کردند. میخوام بگم ما دشمن نیستیم. این سید علی خامنه ای است که میخواهد این دشمنی رو دامن بزنه و اونجا بذاره، زیرابی با آمریکا بسازه، اما به سپاهش بگه مرگ بر آمریکا. این مشکل با آمریکا. دولت مردای آمریکا اشاره کردن، در دولت بوش بود، در حاشیه این دولت هم گاهی وقتا اشاره کردن که فاصله بسیار زیادی بین حکومت ایران و مردم ایران بود. خیلی مهمه. بله، اشاره کردم به اسمال در نیویورک، مدنی مرحوم خداوند رحمتش کنه، فیلمی هم ساخته شد، دیدنی آقای احمدی نژاد در نیویورک هست و دیدنی هم آقای
روحانی و بقیه کسان. آقای سازگار به وقتمون کوتاه، دو دقیقه وقت داریم. آقای سعید مرتضوی رو که به این شکل به دادگاه میخوان، پرونده هایی که داره رو میشه، جنایاتی که متهم هست نسبت به این جنایات انجام دادنشون، از جمله قتل زهرا کاظمی، همه اینها، یک چیزی رو به مسئولان امنیتی، به شکنجه‌گران، به کسانی که در زندان ها جوانای مردم رو میکشند ثابت نمیکنه. امثال سعید امامی سرنوشتش و سعید منتظری سرنوشتش که در جریان هست، یعنی قابل پیش بینی هست، آیا به خود نباید بیان که به هر حال یک زمانی تاریخ مصرف اونها هم به پایان خواهد رسید؟ دقیقاً والا اتفاقا آقای چالنگی، عین همین جمله‌ای که الان شما گفتین که تاریخ مصرفشون تموم میشه، من خودم یک بار موقعی که زندان بودم، چون هر کی تجربه زندان داره آقای مرتضوی رو در دوره که ایشون دادستان بوده دیده، بارها آدمی است به نهایت دروغگو، یک حرفش رو نمیشه باور کرد، بسیار مکار. هر زندانی رو که میگیرن خانواده ها رو به جون همدیگه میندازه، میگه به مادر زندانی میگه من میخواستم پسرتو آزاد کنم، این عروس مصاحبه کرد نزاش، به خواهرش میگه اینجوری. و واقعا یک آدم این که مثل لذت میبرد از این کار که خانواده های زندانی ها رو به جون همدیگه بندازه، این همین جمله رو منم یک بار تو زندان بهش گفتم، گفتم مرد حسابی، اینطور آخرت خودتو داری به دنیا میفروشی، یه روزی تاریخ مصرفت تموم میشه، همه ازت فاصله میگیرن. خندیدیشون. به نظرم این ماجرا باز هم تکرار خواهد شد، ضمن اینکه البته حالا معلوم شده امثال این آقای مرتضوی یا اون قاضی حداد، زارع دهنوی یا دیگران، در حالی که تاریخ مصرفشون میدونن یه روزی تموم میشه، اما اون پشت و پسله پول و پس انداز زیادی هم واسه خودشون درست میکنن و همچنین خیلی بدون اجر و مزد هم نمیان این جنایت ها رو بکنن و با زد و بند میلیارد ها پول میذارن. به هر حال آقای مرتضوی به نظر من افتضاح و اسکندلی که از داستان سازمان تأمین بیرون اومده، نزدیک به 200 تا نماینده مجلس رو بهشون در واقع حق حساب میگه من دادم، و اینجور فسادی که بیرون اومده یکی از بزرگترین افتضاحات به نظر من تاریخ جمهوری اسلامی داره رقم میخوره. آقای نورزاده یک دقیقه وقت داریم، در همین زمین آیا شکنجه کشتار بس نیست در زندان؟ طبیعتاً بسه، اما امثال آقای سعید مرتضوی هنوز خیلی زیادن. دکتر سازگار اشاره کرد به قاضی حداد دهلوی و قاضی سلواتی سلواتی مقیسی، بله الان سه چهار تا دیگه همینجوری دارن، بله آدم زفرقندی، اینا تمامشون آدمای جنایتکاری هستند که برای دستمالی قیصریه ایران رو با آتش کشیدن، انسانهای ایرانی رو جلوی جوخه‌های اعدام فرستادن. اما تاریخ مصرف اینا همشون تموم میشه، کما اینکه تاریخ مصرف ارباب کلشون هم تموم خواهد شد. جان بسیاری از زندانیان سیاسی در خطر هست در ایران. آقای حسین رونقی، آقای مهندس هوتن دولتی، ارژنگ داوودی و بسیار آقای کاظمی بروژه، جان زندانیان به خاطر بیماری های بسیار و عدم رسیدگی به نیازهای پزشکیشون در خطر است. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با سپاس از شما آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا در واشنگتن، با امید به روزی که در ایران و هیچ کجای دیگر جهان کسی به خاطر افکار، اندیشه‌ها و راه و روش سیاسیش در زندان نباشه و مورد شکنجه و آزار قرار نگیره و از همه حقوق خود برخوردار باشه برای ابراز عقیده و نظری که داره و سهیم شدن در اداره سرزمین و کشوری که در اون زندگی میکنه. با امید به چنین روزی، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچالز، سندو، سبلان، کوساران دنا، کوساران دراک، آسماری، اورامانات و تفتان و تابشان بر فلات
ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار. We'll be right back.